به نام پروردگار یکتا، دوستان عزیز درود بر شما. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و قبراق و سرحال آماده بحث آموزشی امروز باشید. من بابک کمالی، مدرس آزمون یوس، از شما دعوت میکنم که در این جلسه هم مطابق معمول ما را تا انتها همراهی بفرمایید. با ادامه بحث فاکتوریال در خدمتتون هستیم. خب قبلا خدمتتون عرض کردم که حاصل ضرب اعداد یک تا n هستش، n فاکتوریال، و اینو عرض کردم که خب ما باید بتونیم عدد قبل و بعد هر حرفی رو پیدا بکنیم و بدونیم چی هستش. مثلا عدد قبل از n چیه؟ n منهای 1. عدد بعد از n چیه؟ n به علاوه 1. پس الان عدد قبل از n منهای 1 رو من دارم و قبلترش چی دارم؟ n منهای 2 رو دارم. خب حاصل ضرب 1 تا n منهای 2 چی میشه؟ n منهای 2 فاکتوریال. پس من اینجا میتونم بنویسم n منهای 2 فاکتوریال چی میفته بیرون؟ n منهای 1 و n بیرون میفتن. پس من یه n منهای 1 دارم در n، که خب این n منهای 2 فاکتوریال با n منهای 2 فاکتوریال مخرج ساده میشه. پس نتیجه طرف اول شد چی؟ n منهای 1 در n مساوی 72. یعنی من حاصل ضرب دو تا عدد طبیعی میخوام که 72 بشه. واضحه دیگه، این 8 9 تا است، 8 9 تا میشه 72 تا. پس n چقدره؟ n 9. شما از اینم استفاده کنی، n منهای 1 8، خب این میشه 9. گفتم تو این مبحث نیازی نداره معادله درجه 2 بسازی و از روش های درجه 2 استفاده بکنی، چون اعداد متوالی هستن و طبیعی هستن، همه میتونی از این روش هم استفاده بکنی. پس جواب n اینجا 9 هستش. خب اما یه مطلبی هستش که ما قبلا توی کنکورمون هم بارها و بارها تکرار میشد، تعداد صفرهای n فاکتوریال. مثلا شما میخوای ببینی که به فرض از شما سوال میکرد توی 120 فاکتوریل چند صفر وجود داره؟ تعداد صفرهای عدد 120 فاکتوریل چند تاست؟ احتمالا بچه های ریاضی هم خب معلماشون این یک همچین تیپی رو باهاشون کار کرده باشن، براشون حل کرده باشن. خب ما 10، منظورش اینه که حالا ما بشینیم مثلا 1 تا 120 رو در هم ضرب بکنیم، جلوش چند تا صفر وجود داره؟ صفر جلوی عدد چه جوری به وجود میاد؟ مثلا من وقتی 20 دارم یعنی چی؟ 20 رو اگر من تجزیه بکنم، این در واقع 2 ضرب در 2 ضرب در 5. من باید یه 2 و 5، یه عامل 10 داشته باشم که جلوش یه صفر داشته باشه. قبلا هم گفتیم هر ضرب در 10 یعنی یک صفر جلوی عددمون، یا کم کردن یک عشر در مورد اعداد عشری. الان در مورد اعداد طبیعی صحبت میکنیم، غیر عشری. پس هر ضرب در 10 میشه یک صفر جلوی عدد ما. پس الان ما باید ببینیم تو 120 فاکتوریال چند تا صفر داریم، چند تا عامل 10 داریم. خب عامل 10 از 2 ضرب در 5 شروع میشه. من یه مثالی میزنم براتون. الان 1 تا 10 رو ببینید، خب من 1 تا 10 رو نوشتم، چند تا 2 دارم؟ خب یه دونه 2 اینجا دارم، 2 تا اینجا دارم، 3 تا، یه دونه تو دل این دارم، 4 تا، 3 تا اینجا دارم، 7 تا، یه دونه اینجا دارم. حالا خود 10 که خودش 10 دیگه، اونو بذاریم کنار. پس چند تا شد؟ 1 و 2 3 4 3 7 تا صفر دارم، 7 تا 2 دارم، یعنی 7 تا صفر دارم تو 9 فاکتوریه. خب طبیعیه، نه، این صفرها اگه با 5 جفت، این 2 ها اگه با 5 جفت نشن بی ارزشن، به ما صفر نمیدن. پس من چون تعداد 5 ها کمتر هستش، باید تعداد 5 ها رو برم بشمرم، نه تعداد 2 ها رو. پس تعداد صفرها وابسته به تعداد 5 ها هستش، چون دو خیلی بیشتره تو همین فاصله که میبینی.
شمردیم 7 تا 3 تا 1 4 تا 2 تا 6 تا 1 7 تا 7 تا 2 داشتیم، فقط یک دونه 5 داریم، پس 9 فاکتوریال فقط میتونه یک صفر داشته باشه، چون یه 2 5 تا داره، بقیه دوها همه بی ارزش میشن. 2ی که با 5 جفت نشه ارزش نداره. خب پس من باید چیکار بکنم؟ هر موقع خواستم تعداد صفرا رو بشمرم، تعداد 50 رو پیدا بکنم. پس قبلا گفتیم برای اینکه تعداد 50 رو تو 120 فاکتوریال پیدا بکنم، میام 120 رو تقسیم بر 5 میکنم، به 5 تقسیم بشه میشه 24 تا. دوباره 24 رو به 5 تقسیم میکنم، چند تا داره؟ 4 5 تا 20 تا. دیگه هم اینو که نمیتونم به 5 تقسیم بکنم، پس 24 به علاوه 4 28 تا صفر داره. 120 فاکتوریال 28 تا صفر داره. خب این مسئله ها توی آزمون یوز چجوری مطرح میشن؟ این شکلی، چون آزمون یوز یه آزمون بین‌المللی هستش و از همه جای دنیا خارجی هایی که میخوان در ترکیه ادامه تحصیل بدن میان آزمون یوز میدن، سعی میکنه عبارت کمتر توی مسئله هاش داشته بشه، مسئله هاشو به زبان ریاضی بیشتر بنویسه که همه متوجه بشن، چون زبان ریاضی زبان بین‌المللی هستش. خب الان این میخواد بگه این 20 فاکتوریال من یه 2 به توان n ضرب در a. خب اینجا هم الان همینه دیگه، این تعداد عاملای 5 رو میده، بعد یه سری عددا اضافه میاد دیگه. پس الان در واقع میخواد ببینه تو 20 فاکتوریال چند تا 2 داره. اینجا میخواستیم ببینیم چند تا 5 داریم، تقسیم بر 5 کردیم، حالا میخوام ببینیم چند تا 2 داریم، تقسیم بر 2 میکنیم. همین 20 تقسیم بر 2 میشه 10 تا، تقسیم بر 2 5 تا، تقسیم بر 2 2 تا، تا جایی که میتونیم تقسیم میکنیم، تقسیم بر 2 1. حالا اینا رو جمع میکنیم، 10 و 8 18 تا داریم، یعنی یه 2 به توان 18 داریم به علاوه ضرب داره یه سری عامل های دیگه که میمونه. پس این توان اگر ازتون خواست به این ترتیب شما حلش میکنید. این که اصلا همون مسئله است دیگه، 5 به توان n همون تعداد صفر هاست. پس ما میخوایم ببینیم چند تا 5 تا وجود داره توی 20، چند تا 5 تا وجود داره؟ یکی، اینو جان اندازی، این یکی، 4 5 تا است دیگه، این یکی رو نگه دار. 211 رو 21 فاکتوریاله، 21 رو میام تقسیم بر 5 میکنم، یه 4 تا دارم، همین دیگه، دیگه 4 هم به 5 تقسیم نمیشه، یه یکی هم اینجا داشتم، پس جواب من میشه 4 به علاوه 1 مساوی 5 واحد. خب اینجا چی؟ اینجا چی کار بکنم؟ اولا 4 عدد اول نیست، من اینو مینویسم چی؟ 2 به توان 2 n، 2 به توان 2 به توان n ضرب در a، که همون میشه 2 به توان 2 n دیگه. پس حالا میام دنبال عوامل 2 میگردم. این طرف اول چیکار کنم؟ طرف اولم از 15 فاکتوریل فاکتور میگیرم، میشه 1 به علاوه 16، این میشه 17. این میشه 17. حالا هم 15 فاکتوریال هم 17 رو باید ببینم هر کدوم چند تا عامل 2 دارن. 17 که یه عدد اوله، عامل 2ی نداره، میام 15 فاکتوریال رو ببینم چند تا 2 داره. پس 15 تقسیم بر 2 میشه 7 تا، به 2 3 تا، به 2 1. الان 7 و 3 10، ولی 2 n 10 هستش، این چند تاست؟ 5 تاست، چون ما می‌خواستیم ببینیم چند تا 4 داریم نه چند تا 2. پس ماکسیموم n الان اینجا 5 هستش. خب این اعداد میخواد ببینه 12 ضرب در آ چه موقعی مربع کامله. مربع کامل زمانی شما خواهید داشت که توان شما زوج بشه. ببین الان 100، 100 رو اگر شما تجزیه بکنی میشه 2 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2. ببین توان همشون زوج هستش، پس عدد شما وقتی مربع کامله که عوامل
همه دارای توان زوج باشن. حالا بعضی وقتا مثل اینجا اینقدر ساده است که دیگه ما نیازی به تجزیه نداریم. اولین ضریبی که میتونم ضرب بکنم و این عدد مربع کامل بشه 3 دیگه، 12 3 تا میشه 36 تا. 36 هم یه عدد مربع کامله. حالا پس اگر از این میشه 36، حالا اگر ب رو از ما خواسته بود ب میشه 6، آ رو از ما خواسته جوابش میشه 3. هر کدومش رو ممکنه بخواد. توان 3 چیه؟ توان 3 مکعب کامله. عددهایی مثل 8 1 27 و الی آخر اینا مکعب کاملن. خب میخواد توان 3 به وجود بیاره. تو توان 3 باید یه مقدار بیشتر دقت بکنیم. این 2 به توان 2، 2 به توان 3، 8 3 تا 24 تا دیگه. این 2 به توان 3 ضرب در 3 هستش. خب 2 که توان 3 داره، من جای آ چیزی بذارم که توان اینم 3 بشه، مینیمومش ها. پس میشه 3 به توان 2 9. حالا میشه عددهای بزرگتر هم گذاشت، مثلا اولی 3، بعدی میتونه 6 هم باشه. یعنی شما 3 به توان 5 هم میتونی بذاری، ولی ما مینیمومش رو میخوان، چون 3 به توان 6 هم مضرب 6 مضرب 3 هستش. یعنی اینا رو میشه بزرگتر هم گذاشت، اینجا هم همینطور، ولی ما دنبال مینیمومش هستیم. آیا به علاوه ب 7 باشه؟ ببینید وقتی شما مجموع ثابت دارید، اینو بعدا توی مشتق هم کار میکنیم، وقتی مجموع ثابته ضرب وقتی ماکسیمومه که اعداد برابر باشن، ضرب وقتی ماکسیمومه که اعداد برابر باشن. خب حالا اگر اینجا بخواد اعداد برابر باشن میشه 3.5، 3.5 و 3.5 که 3.5 که زد نیستش، که جزء اعداد صحیح نیستش. ما میگیم دو تا عدد نزدیک به 3.5 رو انتخاب میکنم، پس میشه 3.4 میشه چی؟ 12. ماکسیموم ضرب رو به ما میده. حالا مثلا شما 1.6 بگیری دیگه چی میشه؟ دورترین عدد رو انتخاب کردی دیگه، پس ضربت کوچیکترین حالت رو داره. یعنی الان اگر مینیموم خواسته بود همین مسئله، شما 1 و 6 رو انتخاب میکردی که بهتون 6 میداد. ببین اینجا دقیقا همین کار رو کرده، مینیموم رو ازتون خواسته. پس ما اینو در نظر میگیریم 1 و 20، نمیایم نزدیکا رو انتخاب بکنیم. نزدیکا رو اگه انتخاب بکنیم، یعنی 10 و 11 انتخاب بکنیم، 110 ماکسیموم به ما میده. حالا که ما مینیموم میخوایم دورا رو انتخاب میکنیم، 1 و 20 رو انتخاب میکنیم که ضربشون میشه چی؟ 20 واحد. حالا برعکس، ضرب اگه ثابت باشه مینیموم جمع چه موقع اتفاق میفته؟ بازم عددها با هم برابر باشن. خب الان ضرب رو به ما داده 42 و مینیموم جمع رو اتفاقا میخواد، ولی بازم چون ما اعدادمون صحیح هستش و میاییم عددهای نزدیک به هم انتخاب میکنیم، این الان میتونی بگی 6 ضرب در 7 که مینیموم جمع به شما میده چی؟ 13. اگه باز ماکسیموم میخواست شما 1 و 42 رو انتخاب میکردی که جمعشون میشد 43. آره اینجا الان ماکسیموم خواسته، ما دورترین حالت رو از هم انتخاب میکنیم، اینو در نظر میگیریم 1 و 72، پس جمعمون ماکسیموم جمعمون میشه 73. الان اگر کوچکترین حالت رو میخواستیم 8 و 9 رو انتخاب میکردیم، چون اینا به هم نزدیکترین حالت هستن، اون به اون مینیموم جمع رو میداد که میشه 17. خب حالا همین اتفاق داره تو عدد منفی میفته. ما گفتیم ضرب وقتی ثابت باشه جمع مینیمومه، حالا این بره تو منفی برعکس میشه دیگه، میشه ماکسیموم. ببین اون چی که این ور توی جمع ها به ما مینیموم میده، یعنی کمترین مقدار، این ور توی منفی ها خب میشه بیشترین مقدار، نزدیکترین حالت به صفر میشه ماکسیموم. پس این همونه، من الان انگار مینیموم میخوام، مینیموم ضرب میخواستم، گفتم اینا رو باید مساوی بگیریم، پس نزدیکترین حالت منفی 6 منفی 5، ضرب منفی 6 در منفی 5 به ما 30 میده، جمعشون میشه منفی 11، ماکسیموم جمع منفی 11 جوابمون هستش. با کمی دقت با همون دوتا رابطه که عرض کردم به دست میاد. اما این مسئله ها، آ میخواد همزمان 3x به علاوه 2، 4x به علاوه 3، 5z به علاوه 4 باشه. در آزمون یوز ایباب یعنی ب میمیم، ایکوک یعنی که میمیم. خیلی راحت از حروفش میتونید
حفظ بکنید دیگه، این ب داره ب میمیمه، اینم که داره ک میمیمه، یعنی وارد این مبحث شدیم، وارد ب میمیم و ک میمیم. خب برای اینکه آ مضرب همه اینها باشه ما چیکار میکنیم؟ الان میام یه یک به طرف این اضافه میکنم. چرا؟ الان میگم آی به علاوه یک، الان من یه یک اضافه کنم میشه سه ایکس به علاوه سه، پس میتونم از سه فاکتور بگیرم میشه ایکس به علاوه یک، یعنی میشه چهار ایکس به علاوه چهار، باز میتونم از چهار فاکتور بگیرم میشه چهار در ایگرگ به علاوه یک، اینجا چی؟ اینا میشه پنج زد به علاوه پنج، پس میتونم از پنج فاکتور بگیرم میشه پنج در زد به علاوه پنج. پس آی به علاوه یک برای اینکه مینیمم آ رو داشته باشیم باید کمیمیم 3 و 4 و 5 باشه. کمیمیم 3 و 4 و 5 میشه چی؟ میشه 60. پس آی به علاوه 1 باید 60 باشه و آ برای ما به دست میاد 59. این از این مطلب. خب اینم همون ترتیبه، همون مطلبه، منتها برای این که ما بتونیم به اون حالت برسیم حالا باید طرف اینو به علاوه 3 کنیم. هیچ فرقی نمی کنه، من اگر به علاوه 3 بکنم آیه به علاوه 3 این میشه چی؟ میشه 2x به علاوه 2، پس از 2ش فاکتور میگیرم x به علاوه 1، این میشه 3x به علاوه 3، از 3ش فاکتور میگیرم 3 در y به علاوه 1، این میشه چی؟ 5z به علاوه 5، پس از 5ش فاکتور میگیرم میشه زد به علاوه یک. خب پس آی به علاوه سه مساوی میشه با چی؟ کمیمیمه دو و سه و پنج، که کمیمیمه دو و سه و پنج میشه چی؟ میشه سی واحد. سه رو میبرم اونور، آ برابر میشه با 27. خب ما میدونیم کمیمی وقتی میگیریم این کوچکترین مضرب مشترکه، هر مضربی از اون رو هم میتونیم استفاده بکنیم، به همین خاطر اینجا میاد کوچکتر از 550 رو از شما میخواد، پس قسمت اولش همون حله. یعنی اول من میام چیکار میکنم؟ اول من میام چیکار میکنم؟ میگم اینجا الان منهای دو میکنم طرف اینو، آیه منهای دو که یه بار دو از همه تساوی ها ساده بشه از بین بره، چهار ایگرگ مساوی پنج زد، پس آیه منهای دو مساوی هستش با کمیمیم سه و چهار و پنج و هر مضربی از این، و هر مضربی از این که میمیم 3 و 4 و 5 60. حالا من میخوام از 550 کوچیکتر باشم. خب برای اینکه از 550 کوچیکتر باشه 9 6 تا من به این میدم 9، 9 6 تا میشه 540 تا. پس آی منهای دو مساوی میشه 540 تا، دو هم بره اونور آ میشه چی؟ 542. اگه یک مضرب بریم بالا چی میشه؟ میشه 600، از 550 بزرگتر میشه. پس این حواستون به این مطلب باشه که چه مضربی از شما میخواد. حالا به فرض مثال اگر میگفت بزرگتر از 550، خب شما میومدی مضرب 10 رو در نظر میگرفتی. خب امیدوارم از بحث امروز هم نهایت استفاده رو برده باشید، به امید اینکه در جلسات بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا دیدار بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم